ران ولی دنکو بیه همسری میشه. چنین مالی سبیه پرو مسئله تقبیه کردن هستن و یک مسئله خواستن امنیت علمای دین هستن از حکومت و یک بالای اعمال حکومت هم تاکید کردن هستن که شما نباید همچو بیغور باشین. ببینید شهروندای کابل میگن که در یک منطقه یا در یک جایی که اگر یک خانه جور میشن یک خشت موتر اگر آورده میشن پلیس فقط آنن در 5 دقیقه میرسن و پرسان میکنن که خشت به خاطر چی شما در اینجا میاندازین و یا این خانه را چرا شما جور میکنین. وقتی که اگر همچو قتلای زنجیروی صورت میگیره به ساعت ها و به نیم ساعت و به یک ساعت پلیس نمیرسه در اینجا. شما فکر نمیکنین که فساد هم در اینجا سبب شدن که ما نتانیم که نه تنها زندگی علما را حفاظت تان ثبتانیم بلکه در مجموع ما با یک مشکل کلانی روبرو هستیم؟ در مجموع تمام شهروندای افغانستان از نبودی امنیت رنج میبرن، چه عالم دینش باشه چه هم شهروند افغانستان باشه، و این واقعا که مشکل دولت است. اما حرف شما را تایید میکنم که وقتی یک مترخش که میرسه پلوس به خاطری گرفتار یا خواجه خود میرسه، وقتی که نفر دادم روش کشته میشه و مردم صدا میزنه که این مجرم جوانی را بگیر میگه این وظیفه من نیست. مشکل در اینجا است که در اینجا نه قانون تطبیق میشه و نه مجرمین مجازات میشه مطابق این قانون وضعی. اگر مطابق قانون شرعی مجرمین مجازات شوه ما در افغانستان شاهد نه قتل هستیم نه قتال هستیم و نه خوندیزی و نه مطابق قانونی وضعی همی نه مجرمین گرفته نمیشن مجرمین مجازات نمیشن. و متاسفانه که هر روز ما میبینیم که آمار جنایت در شهر کابل و در سایر ولایات افغانستان رو به افزایش است و این نماینگری است که دولت در تامین امنیت مردم ناکام هستند. واقعا فساد است، فساد اخلاقی است، فساد اداری است. شما از طریق رسانه خبر شدیم و از شکل سیستماتیک فحشاسازی صورت میگیره، به شکل سیستماتیک تعصبات قومی دامن میزنه، فساد اخلاقی از طریق حکومت مرداران دامن زده میشه. در یک جامعه که عدالت نباشه، تراهم نباشه، شفقت نباشه، قانون حاکم نباشه، طبعا است که جامعه به انحرافات و به ناامنی و به بدها بدبختی مواجه میشه. ولی ما به این مطمئن هستیم که در اینجا دولت در تامین امنیت در خاطر شهروندان که چه عالم دین باشه چه مرد ملکی باشه کوتاست، دولت ناتوان است و دولت نتوانسته که شهروندای افغانستان چه عالم دینش است چه یک شهروند عادی افغانستان است و خواست اونا خواسته اونا را برآورده کرده باشه و تامین امنیت برشون کرده باشه. خب یک تامین امنیت پیش از وقوع هستن و یک بعد از همچو حوادث تعقیب مسائل هستن. شما ببینید وقتی که در هتل اورانوس همچه یک واقعی افتاد، اگر آدم فکر کنه، منطقی فکر کنه، پس موادی که جابجا میشد این مواد حتما کسی بودن که می آوردن جابجا میکردن، همگی خواب نبودن، همگی چشمشون بسته نبودن، یکی از افراد شاید دیده باشن چگونه همی مواد آمد و مواد جابجا شدن، هیچ کس ندیدن و هیچ کس دخیل نبودن. پس نتیجه که ما بعد از همچو وقوع رو به دست میاریم چی بوده؟ یعنی قناعت بخش بوده یعنی؟ یا به طور مثال در شهادت مولوی صاحب ریحان در مسجد التقوا در منبر مواد جابجا میشه، او مواد چگونه میآید در منبر جابجا میشه؟ حتما در اینجا کسایی هستن، یعنی شکلی نیستن به طور مثال که هیچ کس در جریان نباشه و هیچ کس نبینه و هیچ کس یک نوع دخیل نباشه. پس ببینین طالبا همین حادثه مولوی صاحب ریحان رد کردن که کار ما نیستن، پس آیا به حکومت لازمی نیستن که این قضیه را موشگافی کنن، تحلیل کنن، تجزیه کنن که بالاخره پس گروه و یا حلقاتی که وجود دارن پشت همچو قتل های زنجیروی کیها هستن؟ ولی واقعا که در هتل اورانوس و سایر تجمعات دینی ما یا علمای ما مجمع قرار گرفت، دولت بعد آمدن بعد از اینکه تحلیل بر مجمع قرار گرفتن یک عالم دین و به شهادت رسیدنش از بین رفتنش، دولت وعده را داد که معاملینی که جنایت به زودترین فرصت و پنجه قانون میسپریم. ولی متاسفانه که تا امروزه اصلا نمیعاملی نمی جنایت های زنجیری که در گذشته صورت گرفته هیچ حکومت هیچ کدام پاسخی برای علما یا مردم افغانستان نداشت. و من میگم که خزیه مولوی صاحب ریحان هم
هازل خیاس مثل مگذشته ها واری یک تحلیل اوایی شو بررسی اوایی شو چند مدتی ای به خاموشی سپریده شده تاها قضایی صورت قضیه صورت گرفت. خب علتایشان چه هستن که همچون مسائل سطحی اینجا شاید با آدم واقعیت ها را بگو شاید علتایی است که واقعیت ها گفته نشده. من برات میگم که وقتی که ما استخبارات داریم، نیروهای کشفی داریم، نیروهای امنیتی داریم، نیروهای در هر حوزه امنیتی پلیس بری، امنیتی کابل مثلا ارگانهای کشفی داره اینا، ارگانهای جنایی دارن، ارگانهای استخباراتی دارن، امنیت هست. چرا اینا کشف نمیخوام؟ خب. یک تماس داریم، مالی سپ میشنیم برمیگردیم انشاءالله. سمیع الله برمون سرپلی که کده میربانی ستوری ماشید. سلام جناب جبران سپتا تا ملمات آورانده کم و حلال رم چه در روزه دوشته مارد با بخیر و خوشحالی پر کردی. خدای دی ملک نور دا بدبختیانی، خدای دی ملک دا گدواریانی، خدای دی ملک ور وجن نور بس کی، خدای دی ورکه کی دا ور وجن بس از پتر دیر دوشته می روزه بخاطر دی خدای بخاطر طول اغوانانو بند جرخ قومتی نور رازی چه ور وجن بند کو، رازی چه وینا توی دل بند کو. رب شما دل دا دی علماء و امنیتا زد بخپل برتقی ساگم چه ورانو سوطل بانده کلا دی مورید شریف دا پیغمبر صلی سلام یاد بود بانده ونده و آل تا هم منگا هم چکم وقتی نوطولو دلتا انتحاری و سویا چودن رسو نو باید دولت منگ پچا بانده خوگو که دولت منگ توایی چه تیره نکو تیره نکو منگ چه کلا خطا باشو نو دا تیره نده کمی تیره نده جناب مورید صلی با هم نده ده کمی تیره نده نا پختنو که چه مورید صلی تاسو علماء و تاسو دی بیرد دا قدر کرده ده ورانو سوطل اگر چه سول کړو دا څه سوې دام سو څنګه سو په مذهبي خلکو باندې بیا زختل دغه خواسې و چې موږ هم ملته خدای موږ هم بچ کړو نو او بل را به سم په دې باره کې چې مودي شه بقانی چې کله د کابل کې په شهادت ورسول شو ال د هم د څه مهم ځای کې چې دولت د حضور عسكر د حضور لرو نو ولې د څه کار وسی دي کې زمينان د ګوندانو لاس لرم خو د باید دولت د استخباراتي کشفي ارګان موږ تاسو کمزوري دي باید موږ تاسو کشفي ارګان د عرب وان ځان ته باید فهم وکړي ځکه موږ دوره کمزوري چې موږ موري چې په شهادت ملت تعالی په خپل دربار کې قبول کړي واقعا چې یوازې موري چې شهید نو جمعه شهید قرآن شهید د پیغمبر صلی الله علیه وسلم منبر شهید د جمعه پوره ته الحاج مولانا سمیع الله رحمان سے شہادت پر سے پختل ادا ډیر خپایما او زما په شمول ټول افغانان د غندل دا او زه په دولت د ځای نه کوم چې ولې ته دی او د سی وټه تعلیم یا د سی علما او تاسو ساتنه نه سي کولای باید د دولت د دوی په پلانونه سي د دوی علما او بیا یوازې علما نه دي بلد کابل خرابل او جناب جبران سید لوی سرندوالی مت سره سړی وژل کیږي په او لوی سرندوالی د پولیس ولاړ دي آیا دې موږ تاسو نور دینه به شرمې دینه بل شرم نور نشته دولت د کشفی ارګان د کابل امنیت کمانډانی باندې ځګه کوم ولې د څه د غلو د خائنینو د دې جناکارانو مخه نه نیسي په کابل کې دلته دلاور په غړ غلګر کېږي دا په غلاو کې په ارچش کې لاس لري د غلو د قاتلینو مخه ونیسي زه په ورسمشر باندې ځل کوم چې دا غلو دا باید محکمه شي د اورکی مشوبې قاتلین چې پرونه محکمه او جناب جبران صاحب باید هغه په ادام ورسول شي کې ادام نشي دا غلو دا خائنین دا قاتلین چې ادام نشي په دې چری عبدالحق یا په غازی سجن کې دراو ضروري چې بیا دوی ته عبرت واغلی بیا څو خطر ورګي بیا څو غلا ورګي بیا څو چاته لار ورنی شي نو آیا کده چې دا قاتلین دا 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 غاصبین دا غلو دا چې دای دام نشي جناب جبران صاحب بل هیڅ لار نه لري دی بل زغوارم دولت نه مخته نه دا اشرف غنه مخته نه دا دولت غوښ شو خوښ غریب ته دا وایم چې دغه زمونږ د علماو د مونږ د مذهبي خلکو قاتلین ونیسه د دامه کې د مولوی صاحب ریحان د اقانی صاحب د کوم بل څه په مولوی د شریف څخه کوم انتحاری بل څه په ورانو سوټل کې باید د قاتلین دا ټول باید جناب جبران صاحب باید په دیرش کال او په دیر کال په دې نه خلاصې کې دا باید جناب جبران صاحب ادام چې عبرت واخلي چې دا څه ونیسي دا بیا هم سبا خوشی کېږي واسه بازی دا غته د واسطې دی او د لوی سرندوالي مکه د خلک قتل کېږي هغه سبا ته بیا ونی ولسي او دا ګرسو دې باندې بیا درې چرور کال قید کړي نه دا به سم چې دام چې نور ته بچي او بل څه کار څه کو نه کوي متاسفانه دل د دې چې زموږ تاسو ملک هم مشران په اتفاق نه دي او نو دا ټول ارته چې کېږي په اتفاق له وجه کې چې موږ تاسو باید اتفاق ته اډو کو چې په دې چې مشران هم څوک یو طرف ته ملک شګه کې څوک بل طرف ته شګه کې پارلمان او په غضب د خدای اته د خدای دم دسه په غضب اخته چې د پارلمان د خدای یو ملک نور کې په دې بدبختي موږ اخته خدای د پارلمان زموږ غضب پاتې دا ټول دي ګوند پارلمان له وجه ته دي پارلمان هم بل ډول خرڅوي
خلق دی پاگل شواندو باندې اخته دی دوی په ټوکې سره نه جوړیږي مونږه بدبختی کې رسار دی اصلا چې مونږ وشو کې ګو مونږ په شادت تر کې ټول دا څه سونه سره کوټلاند دی دی زیات مننه کوم نور مخ نه سم په مخ مخ دی زیات مننه کوم سمې ولور دقیقا چې په ټول افغانستان کې به داسې افغان نه وي چې د روژې له مبارکې میاشتې له پیل نه تر ننه پورې په دې هېواد کې د صلحې ثبات او د دغه بدبختیو د ختم غوښتنه نه یې کړې او دعا یې نه یې کړې د الله پاک له دربار څخه یې غوښتنه نه وي کړې چې الله پاکه تاسو خپل رحم وکړئ په دې ولس باندې. خو دا چې زموږ دغه دعاګانې نه قبلیږي د دې تر شا هم څه شته؟ زه به له مولي صاحب نه پوښتنه وکړم چې ولې زموږ دعاګانې نه قبلیږي؟ بالاخره دا جګړه هره ورځ قرباني اخلي، دا بدبختۍ هره ورځ پر موږ باندې ډیریږي، هره ورځ موږ د نوې نوې نو پیښو شاهدان یاستو، د دردونکو پیښو شاهدان یاستو. خو نه مو په روژه کې او نه مو په غیر روژه کې، نه مو په منځونو کې، نه مو په تهجدونو کې، نه مو په گزاریو کې هیڅ دعا نه قبلیږي. تر شاید څه دي مولوی صاحب شرعي لحاظ موږ سره معلومات خپل شریک کړي، بیا هم اړیکه لرم حاجي صاحب عبدالرحمن موږ سره په لیکه کې. د حاجي صاحب ستړي مشي مهرباني. سلام جناب جبران صاحب، تاسو مولوی صاحب او تخنیکي همکارانو ته سلامونه ونې کیلي. وعلیکم السلام حاجي صاحب، تاسو ستړي مشي. مولوی صاحب سره لطفاتې صبح ته ته خیر چې موږ ته درد لګ ورته بیان مهرباني. ما جناب مولوی صاحب یو سوال نه کوي، مو یې اسکي بتاور مثال امی ریحان صاحب کې شهید شوه، آیا مرګ یزیدی بسیار یک تاثیر سری جامعه داره و یا مرګ همشری ما مساجان کې شهید شوه و قدرین شه 30 سال قید میشه؟ این خلاف قرآن دی، قرآن میگه قصاص شوه. او خودش اعتراف میکنه 30 سال سرشان بازم نه بیت المال، یا بتاور مثال امی حکومت هر چیزی که هست اونا را سرشان مصرف میکنه در خلالش میزنه. ما چیزی میگم جناب موری صاحب، شما من هیچ علما آیا بین خود عدا کردی؟ امی دوستای ما که میگه شورای علما، آیا به اینجا اجنبی ها و این در اینجا تروریستی بسار کلان جهانی این ملک اشغال نکرده؟ ما شما چرا بنیادی به این فکر نکنیم؟ آیا امو علمای عزیز ما در این مملکتی که میشینه یک اعلامیه را فخش کرده که در اینمی جا امریکایی ها اصلی عامل اینمی جنگ هست؟ ما مولوی صاحب ریحان از نزدیک میشناسیم، خداوند برشان شهادت هم داده، خداوند برشان دنیا را گلی گلزار بکنه. آیا علمای ما خاموش نیست؟ آیا به نزد خداوند شما به این عقیده داری که یک روز استاد میشیم؟ آیا خداوند از ما این پرسان نمی کنه؟ جناب مولوی صاحب محترم بسیار بارد معذرت و معذرت، قرآن عظیمشان می فرمایه حد جاری بکنی، حد بر شما عزت است، امنیت است، زندگی است و رفای زندگی تان هست. آیا شما شهید هزی هستی که در 18 سالی که ملک تان اشغال شده یک دوز دستشان قطع کرده باشه؟ این همی قرآنی حق ما نیست؟ این فیصله قرآن نیست؟ آیا عقیده ما به ایمان و قرآن نیست؟ آیا پیغمبر خدا همی کار نکرده؟ ما میگیم جناب مولوی صاحب لطفا 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 شما صدا بکنی که در این ملک کافر اصیل عامل نمی جنگ هست. اگر ما با شاخهاشان صحبت بکنیم ما با جای نمی رسیم. احمد شهید شد، محمود شهید شد، تان بیسان نه شما علما هستی به تصمیم قاطعتان یک گروپ تنظیم بکنی بری به علمای دیگه که جانب مقابل طالب است باشان بگی بله از خدا بشین به قرآن که چی فیصله میشه، یک واحد صدایتان بالا بکنی تاکه این ملک از بحران برای. اگر ما با اشخاص و با 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 یگان گپای ناخ و سیاسی و گپا مولوی صاحب ریحان گناش چی بود؟ مولوی صاحب ریحان مشاور شورای سنا بود، مولوی ریحان عضو علمی شورای علمای شما بود، شما هم کشته میشی، دیگه تنم کشته میشه، دیگه تنم کشته میشه. لطفا من هیچ یک برادرتان پیشنهاد میکنیم از این میشه که ربطی به اونمی مجلستان بگویی که بیایی که به خاطر خدا یک فیصله بکنیم، مطابق قرآن یک فیصله بکنیم. کافر مرا اشغال کرده اصلی جنگی نمی کافر چیز بکنه. جناب مولوی صاحب گپ آخر، امروز کافر اعلان میکنه که ما تیاری مک 235 روان کردیم که بلایزر هم مستوی چیز است و شش قسم منهارم که خود انتقال میکنه و از چیز پنهان میشه رادار. ما شما من هیچ یک برادرتان پرسان میکنیم آیا طالب رادار داره که تیاره رو به ما روان میکنه؟
کدام ضرورت از بی تیاری جناب جبران صاحب لابراتوار دنیا هستی لابراتوار اینمی جمع شما را خدای نخواستا یک گوخانه جور کرده اینمی مردمی که در رابه های خود ششتا اینی گوخانه از گوخانه تا که غم از این گوخانه را نخوری شما کشتا می توانید دیر از یاد مالکم مولی سب جناب مولی سب شما صحبت های برادر ماسمه که عالم دین هستن و مولی سب آجی سب عبدالرحمن شنیدین فقط من یک پرسش انجام پرسش مطرح میکنم که ما انتقاد داریم که حکومت مسئولیت خود ادا نکردن در صحبت های آجی سب عبدالرحمن بودن که علما هم مسئولیت خود ادا نکردن و یا در مجموع ما افغان ها مسئولیت خود ادا نکردیم من اینجا یک مرور کوتاه دارم بله آجی صاحب سار گپای خوب اشاره کردن خدا عزت نصیبشان کنه امید. اگر اینا در منابر و مساجد رجوع کنن روزای جمعه که علما چی میگه ما در این رسانه شما باری اول آمدن به ده ها رسانه دیگه ما گفتم که عامل جنگ در افغانستان حضور نظامی اشغالگر امریکای است و در ما در رسانه گفتیم ما در منابر میگیم و هم ما در گرد همایی 200 تن از 1200 تن علمای شهر کابل از آدرس می شورای حمایت ما در ایدگاه خواسته بودم گفتم عامل جنگ در افغانستان فساد اخلاقی، فساد اداری و حضور نظامی امریکای است. یه بار ما گفتیم ولی متاسفانه که یکی در رسانه های افغانستان واقعیت های مگپ های که علما در منابر میگن، در مساجد میگن یا در تجمعات مردم میگن این انعکاس نمیتن. به همه افغان ها معلوم است که عامل تمام بدبختی در افغانستان امریکا. خب جناب مولی سی بخش میخوایم. شما از آدرس شورای حمایت از ازرشای اسلامی همچو صحبت ها را انجام دادین همچو موقف اتخاذ کردین ولی ما به نام شورای علمای افغانستان نه من اینجا برات میگم که بعضی شورا هیچ کس توقع نداشته باشه به شورای سردستری علمای افغانستان بینی شورای سه حکومت ساخته به خاطر مشورت خود او گپای حکومتی را میزنه اونا هیچ وقت بیرون از اوکپ حکومت گپ نمیزنه تقریبا که اونا حقایق پیتمان میکنن تعریف حق میکنن از دقیق از جناب اینجا علمای حقانی ما به طرف ما صحبت های شما که حق هستن شنیده نمیشن اون صحبت های بله ما گوش بگی بله در جگیت های اینا رفت می اندونزیا رفت بله و اینا در مکه و جده رفتن نه اونجا ما صدا بلند کردیم که اینا نماینده علمای افغانستان نیست ما اونجا گفتیم که مجلس به اشاره امریکا صورت میگیره به خاطر مشورت بدن امریکا در افغانستان صدای ما را کشیدیم ما بار بار صدای خود بلند میکنیم من میگم من مثل نسبی وحدت و یک پارچگی برکت این علمایی است که در منابر مساجد است ما هر روز در مقابل تمام اینا با سامانی ها در مقابل ظلم، ستم، استبداد، فساد اخلاقی، فساد اداری و تمام نابهنجاری، نابسامانی که در کشور است هم در تجمعات و هم در رسانه ها و هم در روزهای جمعه ما موقف گیری جدی در روشنوی دین مقدس اسلام داریم اگر خدای نخواسته ما موقف گیری نکنیم در روز قیامت مؤاخذه میشیم صدها علمای ما میال زیر تهدید است از این موقف گیری از این حق آگویشان ده ها علما بینیم جرمی حق گفتن کشته شدن به شهادت رسید آجی سه بگذار کمی برو ببینه امره علما نشست و برخواست شد یکی ملایی که در شورای سرتاسری علمای افغانستان است این نمایندگی از علمای افغانستان که نمیتونن و مردم افغانستان هم از علما کدام توقعی را نداشته باشه ما باز تکرار میکنم جناب مولوی صاحب صحبتی که شنیده میشه صحبت از همین آدرس است از همین خوش بگیرید نو آدرس های رسمی است اگر در کنفرانس های داخلی جهانی میرانه اینا میرانه ما برات میگم اینا حقیقت میگم ده اینا علما را ابزار قرار میدن که دولت اینی حکومت علما را ابزار قرار میده سر عالم شکار میکنه با همین که عالم جناب مولوی صاحب یعنی علما افراد عادی نیستن که باید شکار هم یکی دمیش یکی ده علما متاسفانه شدن به این متقین باش پل موقف چوکی بسیار بد چیزیست حتی علما را هم میتونه حتی علما را هم بین رافوات برده یعنی می علما را ابزار قرار میده چرا علما هست هم مشکل عالم دین است هم مشکل دولت است خب ببینید اگه یک فرد عادی دولت خوبش بگه به خاطر مثلا ما برات اگر جناب باشین سوال هستن پیش همه افراد اگر یک فرد عادی مسلمان که سطح تعلیمات اسلامی شان دینی شان به شکلی نباشن که از یک عالم دین هستن اگر او انحراف میکنن پس ملاها و یا هم عالمای دین بسیار زود تاپه ها دارن و بگن که مرتد شدن کافر شدن و و و و همچون مسائل نمیپذیرن اگر باز علما همچون کار میکنن ببینین باز شریعت چی میگن نه خواهم یک گپ است که سنت الهی بمیرفت اگه در علمای سما داریم علمای یه عمل هم هست شما در قرآن کریم ببینید
که مسئله هم که مسئله الهمار در حق علماء یهود و نصارا مثال اونا با مثل ما خریست که یه حمل اسفاره که ما باره برمی داره در راه جانی علماء یهود است حتی امرون الناس بالبری و تنسون انفس در شان علماء یهود و نصارا حکم شما است هر عامل عالمی که او با علمش عمل نکرد عالم است عالمی به عمل است ولی ما گفته نمیدونم کلی علماء افغانستان مسیر اسلام راست روان است ببین اگر علماء حدیث پیغمبر خدا است که موت عالم موت عالم است فساد عالم فساد عالم است بهترین خیر خیر عالم است بدترین شر شر عالم است ما باید متیقین باشیم این علمایی که برادران میگن که شورای سر تا سری افغان علماء افغانستان اینا را حکومت جور کرده به خاطر مشروعیت خود و به خاطر بعضی امو فتواهای نمایشی فرمایشی که این سری کدام فتوایی که به نفع کشورهای غربی باشه به نفع دولت باشه دیگه علمای حقانی علمایی که در منابر هستن مساجد هستن اینا همیشه واقعیت ها را گفتن و در مقابل تمام ظلم ستم استبداد نابسامانی هایی که در کشور صورت میگیره شما ببینید ما حتی در تجمعات و کنفرانس مطبوعاتی گرفتیم که مهسا یک دختره که چند وقت پیش با شهادت رسید از طرف اختطافچی ها ما علنی سر دولت گفتیم که باید اعدام شد که باید به شدترین مجازات محکوم شد که مطابق شریعت اسلام اجازه بدین اجازه سید رحمان هم گفتن که عدم جاری شدن حد همین سوش بگه قرآن کریم میگه ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب برای شما در تنفیذ احکام شریعت در تنفیذ حدود این قصاص زندگانی است اگر یک ظالم یک راهزن یک قاتل یک جانی اعدام شود این پندی برد برای دیگران میشه خب علمایی که در شورای عالی صلح در شورای علمای سرتاسری افغانستان هستن امی آیتی را که شما تلاوت کردین ای آیت را نمی فهمن نخوان می فهمن شاید بشه بگی بگوان کسی به گفشان گوش نگیره شاید یکی در علمای باشه که پیشنهاد کنه بار رئیس جمهور خودی ما پیشنهاد کردیم همه علمای افغانستان که در کام تجمعات ما گفتیم بایی رئیس جمهور فعلی نی خوی به خاطر که انتقادش تحمل نداره و رئیس جمهور قبلی ما آقای کرزی گفتیم بار بول که راهی بیرون رفت تمام مشکلات افغانستان تنفیذ احکام شریعت است ولی متاسفانه کسی به حرف علما گوش نگرفتن شما ببینید که چی نه عالم دین دولت گوش میگیره نه مخالفین مصالح دولت ما ده ها تجمع داشتیم ما با طالبان صدا بلند کردیم که شما با علمای به طرف افغانستان با نخبای افغانستان با جوانای به طرف اشخاص به طرف وارد مذاکره شدید خونه شدن طالب هم میکاره طالب هم میکاره نکرد نه طالب که نه دولت دولت از همه چهره های خود استفاده میکنه موره هایی که به خودش پول میتا موش میتا به نام علی مجلس استفاده میکنه ولی متاسفانه جانب مقابلی که حکومت به نام طالب یا مارت اسلامی است اینا هم هیچ وقت حاضر نشدن که با علما میگن که هم حکومت افغانستان تحت تاثیر علاقات و افراد و کشورهایی هستند که نمیخواین در امن زندگی کنن نمیخواین که از کشتن و از قتل های همچون مسائل جلوگیری کنن و پشت طالب هم کشورها علاقات استخباراتی هستند که با به خاطر بدنام کردن اسلام و ارزش های اسلامی کوششون هست خواه اونا ببینین در کنفرانس مسکو گپای خود داشتم و حکومت افغانستان به همگی معلوم است که استخبارات مدرس خودمان نیست شما ببینین که یک انتخابات وقتی که صورت خب ببینین جناب مولوی صاحب طالب کجا باز استقلالیت داره ما اونا را نمیگیم اونا را مبرا نمیگیریم باش بگیم اونا را ما هیچ پشت طالبی که در مسکو استاد بودن بیرق پاکستان بود پس به این معنا که به نمایندگی از پاکستان در مسکو ما یک جناهایی که فعلا در افغانستان درگیر است اونا هر دو جناح چی دولت چی طالب ملت میکشن ملت ما از دست اینا متضرر است ما هیچ کس مبرا نمیدانیم و با هر دوش توصیه ما همیست که از خدا بترسین دست از برادر کشی و ما کشی بردار تشکر جناب مولوی صاحب و همدی هیله چه دی مولوی صاحب دقا غختن چی لدوار لور سخه کیگی چی افغان وژنه و رو وژنه بنده چی او اسلامی ارزختون و پراساس بنده دغه وینه بیگونه وینه تویوله او بیزای وینه تویوله بنده چی پم دی هیله چی دوار لوری پر دو باندې فکر وکړي او دواړه لوري رښتیا هم پر هغو مسایلو باندې لا سره نږدې شي چې د افغانانو د ژوند د بقا مسله پکې مطرح ده مولوی صاحب نه هم مننه کوم له تاسو نه هم تر بیا مو په لاس فارم خاله وسو کاله وسی